بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، با عرض سلام. انشالله همتان جور صحتمند باشین و یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشین. با سلسله درس های گذشته خود، امروز روی موضوع سی پی آر صحبت میکنیم که سی پی آر خودش چی هست و در کدام حالت باید ما انجام بدیم. سی پی آر یعنی به معنای کاردیاک پالمونری ریسوسیتیشن معنا میده، یعنی احیای مجدد قلبی که میتونه این مشکل ما شما در همه سن سال وجود داشته باشه یا پیش هر کس میدونه که پیش بیاید. خرد جوان نداره، پیر خرد نداره، زن و مرد نداره. هر کسی که بنابر مشکلاتی که در نزدش پیدا میشه میتونه که به این مشکل روبرو شود. این مشکل هسته که قلب ما شما و سیستم تنفسی ما شما کار خود درست انجام داده نمیتونه. اگر یک نفر که بالغ می باشه ای آدم سرش عملی قلبی می آید، دفتن زوف می کنه، و یا ای که از یک جای مفته، از یک ارتفاع مفته، و یا یک تفلک هسته یک چاکنگ پیدا می کنه، و یا ای که مشکنه قبرقایش مشکنه موتر می زنیشه، و یا ای که خوندیزی ها در نزد فرد ایجاد میشه، از باعث خوندیزی فرد در شاک میره یا زوف میکنه. زمانی که ما به فرد میرسیم یا روبرو میشیم، باید به این شخص چی کارهایی را ما ابتدایی انجام بدیم. کار را که انجام میدیم، ما کلش تمامش را بالای دوست ما انجام میدم. شما میتونید که مکمل دانه دانه سلایدار هم ببینین و کار ما را مشاهده داشته باشین. اگر زمانی که ما سی پی آر را انجام میدیم، یعنی ببینیم فردی که هفتاده، فردی که زوف کرده، فردی که چاکنگ داره، فردی که گاز گرفته شه، فردی که در هر حالت هسته فقط نمیتونه درست تنفس بگیره، زوف هفتاده، هر حالت می باشه، موتر زدگی می باشه، بایسکل زدگی می باشه، از جای افتادگی می باشه، ما با این شخص نیاز به این هسته که ما سی پی آر دندس چی کنیم انجام بدیم. کیف خورده کلان نداره، برق گرفتگی، گاز گرفتگی، غرق شدگی، در هر حالت میتونیم که ما چی کنیم کار خود انجام بدیم. اولین کار را که ما میخواییم انجام بدیم و درست پردام کار را که میخواییم انجام بدیم این است که ما اولین کار که میگیم فرد افتاده، ما در محیط را آمدیم، در محیط آمدیم، فرد افتاده، ما چی میخواییم بکنیم؟ اولین کار که میخواییم بالای از مریض خود بکنیم این است که ما اطراف خود را باید یک سنجش بکنیم که آیا کدام چیزی هست که دگام صدمه برسانه برای فرد و یا به خود ما، مثلا گاز هست و یا یکی کدام چیز نوکتیز هست، شیشه هست و یا یکی کدام چیز انفجاری هست یا نیست. زمان محیط چی میکنیم؟ تیز یک قدر ارجابی میکنیم، یک بررسی میکنیم محیط خدا. نمیبینیم که در محیط ما شما چیزی نیست که ما را صدمه برسانه. بعد چی کار میکنیم؟ میاییم بالای مریض خود صدا میزنیم. میشنوی شا پیرای؟ گل آقا جان میشنوی؟ احمد جان میشنوی، محمود جان میشنوی، هر کسی که بوده اگر نامش هم میفهمیدی، نامش هم نمیفهمیدی میگی لالا اینا زینم میشنوی، بیادرک عزیزم میشنوی، میشنوی خوارک گلم یا نه. ما از نایه کجاست ما نمولا چی میگیم؟ از شانم میگیم که شانم تکان بده خوبتر هسته. بعد یادم اگر عکس العمل نداد ما چی کار؟ کار دوم ما چی هسته؟ کار دوم ما ای هسته که ما باید مرحله سی پی آر خود چی کنیم؟ انجام بدیم. سی پی آر خود چی گونه انجام میدیم؟ در دو بغل فرد میشینیم، بسیار به شکل درستش میشه که استاد شوین. میاییم قسم میشینیم در بغل مریض خود، چی چپ باشه چی راست باشه. اگر ما چپ دست هستیم طرف چپ، اگر راست دست هستیم طرف راست، بر ما فرق زیاد نمیکنه. مریض ما امیر خم هفتاده، اگر نفته بود ما شما چی میگیم؟ شو وضعیت میتونیم میشه، باید تختی پشتش چی باشه؟ در زمین باشه و زمین باید سفت باشه، یعنی سخت باشه، در توشک نمیشه، در چپکت هایی که سپرینگی است این کار ما صورت نمیگیره، باید زمین سفت باشه یا سخت باشه. بعد قسم میشینیم که آینک زانی ما در تماس شانش باید باشه، آینک زانی ما در تماس شانش باید باشه. کاری که انجام میدیم، هر دست ما که فشار زیاد داره، ما اگر چپ دست هستیم چپ، اگر راست دست هستیم راست، دست خود میگیریم، دست غالب ما را هر کامش خوب باشه، میاریم قفس سینه از فرد خود چی میگیم؟ سه تقسیم میکنیم، سه تقسیم از قفس سینه میگیم، عمیق قفس سینه یا عظم استرنیوم براش میگه یا چناخ صدری براش یاد میکنم، عمیق قسمت چی میگیم؟ سه تقسیم میکنیم. قسمت پایونیشه، قسمت سیومش چی میکنیم؟ ما دست خود چی میکنیم؟ میمونیم. و یا اگر این کار کرده نتونستیم نمیفهمیدیم، از لار حساب میکنیم، قبرقه ها را حساب میکنیم، در طرف پنجمش میایم چی میکنیم؟ استاپ میکنیم. استاپ کردیم قفس دست خود در رو میره چی میکنیم؟ میمونیم. قفس دست خود که ما نیم
دست دیگه خدا به شکل امایت کننده میاریم، برش چی میکنیم؟ پنجه میکنیم. اگر این کار که انجام دادیم، در دست ما انگشتر است، انگشتر خود تیزی کده میکشیم، بسیار سریع ساعت بود ساعت خدا میکشیم کشیدیم، دست ما باید عالی از همه چیز باشه. ما نیم دست خدا امایت کننده هم برش رساندیم. این کار خدا قسم میکنیم که از شانه ها باید فشار باشه، نه از بازوها. یعنی زمانی که میمونیم از شانه باید بریم مستقیم تو برای مریض خود آماده استفاده میشیم، فشار چی میکنیم؟ از بالا میدیم. فشار قصد باید به اندازه‌ای بدیم که حداقل 2 اینچ یا 5 سانتی، حداقل چون جوان هسته 5 سانتی قفس سینه چی شوه؟ بچق شوه، یعنی فشار وارد شوه بالاش. زمانی که فشار وارد میکنیم چند دانه در 1 دقیقه برام میگه که حداقل باید 100 مرتبه ما این کارو چی کنیم؟ انجام بدیم. و یکی ما اینمی 100 خود چی بگیم؟ تقسیم میکنیم به 25 25، 4 25 تقسیم میکنیم، میگه 4 25 فشار وارد میکنیم، بعد از 4 25 چی میکنیم؟ تنفس میدیم دهن به دهن. چی میکنیم؟ ما میومدیم فشار وارد میکنیم، 1 2 3 4 5 6 7 8، دستا قد نمیشه، میبینین 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 30 که انجام دادیم بس این کار ما توقف میدیم. بعد چی میکنیم؟ روی مریض سرش بلندتر میسونیم، بینیش محکم میگیریم، تنفس دهن به دهن شروع میکنیم. تنفس دهن به دهن ما چی گونه باید باشه؟ تنفس دهن به دهن ما قسم باید باشه که اگر بتونیم که کدام لایه محافظتی اگر داشته باشیم خب بسیار خوب هستن. اگر هیچی پیش ما نبود، شنگ دامن ما، شنگ چادر ما، دستمالک ما، گاسپت، یا اگر پیش ما بود گاسپت یا گبه، بسیار خوب است. ما ایره میمونیم، پس چی میگم؟ تنفس به تنفس دهن به دهن خود انجام میدیم. چرا این لایه محافظتی رو مد نظر میگیریم؟ به خاطر از اینکه شاید امکان داره که من کدام مشکل ویروسی داشته باشم، مشکل انتونی داشته باشم، و یا اینکه مریض میکنم مشکل انتونی داشته باشه، خدای نخواسته من به مریض خود صدمه نرسانم و مریض به ما صدمه نرسونه. این نقطه رو هم مد نظر میگیریم. اگر نبود هیچ چیز، اگر نبود چاره نبود، اگر مجبور هستین شما آلت تنفس مریض جانش نجات بدین، اگر تنفس دهن به دهن تام شروع میکنین، شروع میکنین. اگر تنفس به دهن به دهن وسیله داشتین شما در پیشتان، وسیله ما شما یک چیز به نام انبوبک یاد میکنیم ما، یا بالون هم برش خطاب میکنن. یک چیز بسیار خوب است که ما اگر پیش ما در خانه میباشه در کمک های اولیه ما، گپ بسیار خوب ما انجام میدیم. اینو دهن مریض میمونیم، چی میکنیم؟ تنفس میدیم. ما مریض مجور هست، اگر ناجور بود ما این کارو چی میکنیم؟ انجام میدیم. 2 فشار میدیم خوب تا آخر، خوب تا آخر، ببینید صد مریض مجور میشه. باز پس چی میکنیم؟ باز این کار خود انجام میدیم. این کار خود انجام میدیم، باز تنفس دهن به دهن میدیم. یعنی 25 دو تنفس، 25 دو تنفس. اگر زیاد ساختیم تا 30 ما اجازه داریم که کار انجام بدیم. برای اینکه اگر در محیط کسی دیگه کدام میباشه، ما شماره 102 داریم. شماره 102 رو تیزی که تماس میگیرین، محترم امبولانس است. اگر امبولانس نیم باشه، چون ما خدمات کابل امبولانس ما یک اندازه کندی میکنن بعض اوقات، اگر مشکل میباشه نمیرسانه ما شما کابل امبولانس، یک نفر چی کنیم؟ کمک بگیرین که یک موتر بیاره تیزی کده. شما این کارتون تا زمان انجام میتین که یک فرد از شما کده داناتر بیاید در محیط، یعنی یک دکتر بیاید در محیط. اگر دکتر میاد شما می کار انجام میتین، بسیار کار خوب کردین. دکتر کامد این کار در شما انجام استاپ میکنین، مریض رو چی میکنین؟ ریفیر میکنین به دکتر که دکتر کار کرد. اگر شما مریض دکتر هم نامد، شما تنها خودتون هستین، کارتون تا زمان انجام میتین، تا زمانی که مریض رو شفاخانه میبرین، این کارو چی میکنین؟ انجام دادن میرین، انجام دادن میرین. فرق نمیکنه 30 دانه یا 25 دانه پرشر برش انجام میدین و 2 تنفس دهن به دهن. این کار خود انجام دادن میریم، انجام دادن میریم تا کشی کنیم جان مریض خود نجات بدیم. وظیفه اصلی ما می هسته که جان مریض ما چی نجات پیدا بکنه. آها، همین کار انجام دادیم، مریض ما از خود عکس العمل نشان داد، عکس العمل شد، یا پلک خود شور داد، تنفس گرفت، یا خود شور داد. آها، کار خود استاپ میکنیم. بعد کار خود استاپ کردیم چی میکنیم؟ مریض خود در حالت ریکاوری پوزیشن میاریم، یا ریکاور پوزیشن براش چی میکنیم؟ انجام میدیم. مریض خود میگیم که صبر بکن، راحت باش، هیچ کدام گپ نیست، محیط امن هسته، فقط چیزی که برات نمیگم کار انجام بده. دستکش میگیری میاری به بالا، این دستک دیگه ش میاری در قسمت شانیش، این پایکشم چی میکنی؟ قات میکنی. و بعد چی میکنیش؟ آهسته کردن چی میکنی؟ مریض تا دور میکنی. این ریکاوری پوزیشن است. این مریض در این حالت میماند و طرف تنفسش هم چی هسته؟ باز هسته، تا زمانی که تیم کاری میآید، تیم امبولانس کابل میآید، تیم
دکتر سوم میاد مریض ما هر کار داشتن میکنه. در هر حالتی که شما مریض دیگه زوف کرده بود، تنفس دیگه گرفتن نمیتونست، اینمی کار چی میگن شما انجام میدین؟ یعنی یک کار فوق العاده شما کردین. مثل که در قرآن هم میگه، که اگر شما جان یک نفر نجات دادین، گویایی که جان تمام بشریت نجات دادین. و ما جان نفر بسیار زیاد عایز امنیت هست. تشکر دکتر جان. تشکر لاله جان. اگر امی کار چی میگم انجام دادم میریم. کاری که بسیار زیاد خوب هستم. سلاید بیاین با ما در بتین. که بیاین ما شما چی کنیم؟ روی سلاید ها یکم گپ سخن بزنیم. سلاید باقی. اولین کار گفتیم چی میکنیم؟ باید خون سرد باشیم. مگه بخویم جنبندی داشته باشیم صحبت های خود گپ بتین دکتر جمشید. خون سرد نباشیم بی‌نهایت زیاد. و چی میکنیم؟ توجه به محیط هم میکنیم ما شما که امن باشیم باید ما شما. کالتنش خدای نخواسته مریض خوب افتاده، آل جان خودمون در خطر باشه. این کار هیچ وقت انجام داده نمیتونیم که ما شما مریض ما افتاده باشه جان خودمون در خطر بندازیم. دوم چی کار میکنیم؟ خیلی سریع کار خدا انجام میدیم. مریض خدا گفتیم چی میکنیم؟ بازپرسی میکنیم. آیا جور هستی؟ هوش داری؟ میشنوی؟ یعنی نمیشنوه. از شانه‌هاش چی میکنیم؟ تکان میتی میشه. نه نمیشنوه. مرحله سوم ما شما چی هستن؟ تیسر بینیم. پاسخدهی بر ما نمیکنه. مرحله سوم سی پی آر هست. که ما چی میکنیم؟ سی پی آر چی میکنیم؟ در نزد فرد انجام میدیم. یک سلاید دیگه بریم. درخواست کمک گفتم و مرحله سی پی آر. یک سر دو ما شما تماس میگیریم، بین خواهید که خوب کمک کننده است برای ما شما. اگر کس در محیط عمومی باشه که دو نفر به یک مریض کمک بکنیم، انوز خوب نور النور. یک نفر ما اگر پرشار انجام میدیم، فرد دیگر چی میگه؟ میگه هوا بده، تنفس دهن به دهن برش بده، یا انبوبک خوب برش بگیم، منظم برش بگیم. و خط چهارم ما شما چی هست؟ ریکاوری هست. فون کال میکنیم که اگر نبود کال بکنیم که بسیار خوب هستن و پرشار ما شما هستن. که در هر دقیقه هم گفتیم که باید حداقل چند دقیقه چند پرشر انجام بدیم، 100 دقیقه باید 100 پرشر انجام بدیم. اما یک چیز میخوایم یادآور شم که در نزد اطفال در نزد کلانسالها فرق میکنه، شیوه گرفتن دست ما و شما فرق میکنه. این تنها کاری که من گفتم در نزد کسایی که از 18 سال بالا هسته، یعنی سن سال کلانتر داره، یعنی بالغ هسته. و در اطفالش ان شاء الله در جلسه بعدی بزرگتون یادآور میشم، چرا که میگن تایم کم است، باید من تیز گپ بزنم. قسمی که یادآور شدم باید فشار از شانه ها عبور بکنه، یعنی فشار وارد شوه، دستاق آرنجا باید قاط نشه در که قاطش بسازیم، چرا که اگر قاط میسازیم شاید که عضلات بشکنه. و اگر بعض اوقات ما فشار انجام میدیم عضله میشکنه، مثلا این خانم میباشه مثلا 50 سال 60 سال سن سال داره، اگر شکست کنم صدا رو شدیدین نقصی فشار نده کارتان شما انجام داده برین. چرا که ما جان مریض برای ما مهم هست. یک رب اگر شکست برای ما فرق نمیکنه، ما جان مریض اگر نجات پیدا کرده ما پس میتونیم که دوباره رب یا عضله مریض خود چی کنیم؟ احیای بکنیم، پس دوباره ترمیم شوه. اتونیست که ترمیم شوه. اما ما مهم چی هست؟ قلب و مغز مریض هسته که دوباره بتونه کار بکنه. شما میفهمید اگر 3 الی 5 دقیقه اگر به مغز ما شما خون رسونی نشه، اکسیژن رسونی نشه، برد دایت میتیم یا مغز ما شما میمیره. تو جرات تخریب و جرات چی میگن شروع میشه. این کارم شما انجام میدید. مساج قلبی ما شما باید که بسیار خوب صورت بگیره، بیاین دیگه شه که در هر 100 مرتبه. و هیروی ما شما باید که باز باید باشه. کمی کار در هر 3 الی 2 تنفس و 3 پرشر یا فشار ما شما چی میکنیم انجام میدیم. یک سلاید دیگه بیاین، یک سلاید دیگه بیاین، یکم تستر. آها، چیزی که بسیار مهم هسته در اینجا من دو تصویر به خاطر آوردم که خوب شما براتون واضح باشه، خوب بفهمین که گپ اصلی ما چی هسته. زمانی که سی فشار ما وارد میکنیم دوستان شما میبینید که در کدام قسمت هسته. از مسترنیوم گفتیم سه تقسیم میکنیم، قسمت پایانیش اختیار میکنیم. اگر نفهمیدیم از لای مریض چی میکنیم حساب میکنیم، پنجمش انتخاب میکنیم. پنجم انتخاب کردن دست غالب خود هر کامش چپ بود راست بود میمونیم سر دست. و دو تنفس میتیم، سی پرشر دو تنفس، سی پرشر دو تنفس چی میکنیم به مریض خود دادیم. تا زمانی که تیم امبولانس برسه و یکی ما مرکز صحی برسیم. بیاین سلاید دیگه بیاین. چیزی که بسیار مهم است خلاصه اگر گپ ما که مثلا امروز شما خوب بفهمین، میگه پس از هر تنفس امدادی یا کمکی باید چی کنین؟ مساج قلبی باید داده شود که بسیار مهم هست و تکرار سکل باید ادامه پیدا کنه برای که سی به دو، سی به دو شما ادامه داده میده. بیاین دیگه یکی دیگه هم بیاین، بیا یکی دیگه هم. توجه ده که بسیار مهم است که ما مد نظر باید بگیریم. مگه تا زمان رسیدن به نیروی امدادی که نیروی تیم متخصص هسته، تا زمانی که خسته نشدیم ما این کار خود چی میکنیم انجام میدیم. یعنی تا زمان ما این کار انجام میدیم که خوب عرقای خود ما بریزه دیگه بگیم نمیشه دیگه، حالا دیگه مریض ما دای شده یا من مثلا دیگه نتونستم کار کرده با مریضم، تا اون موزه ما چی میکنیم انجام میدیم. تا زمانی که بیمار چی شود دوباره قلبش بزنه کار بکنه.
دیگه یکی علائم برگشت بکنه. علائم حیاتی چی هسته؟ شور دادن، تنفس کردن، نبض پیدا کردن یا پلس که براش میگیم پیدا کردن. بیمار چی کنه؟ بیمارش نفس بکشه، میگیم خب بس دیگه کار دیگه انجام نمیده، مریض موجود شد دیگه. و یا اینکه بیمار دهن آب دهن خود چی کنه؟ قرط بکنه، کمی قرط کرد بگیم آها مریض جور شد خدا را شکر. و یا اینکه مریض چی کنه؟ پلکای خود شور بده، چشم خود باز بسته بکنه. و یا اینکه کاری که ما اینجا انجام دادم، ما تصویر چهار شار شوردیم، یک دیگه هم بزن استاد که کار خود چی میکنیم؟ دست کدیم به طرف بالا میاریم، اگه کامیش که بود چپ راست با ما فرق زیاد نمیکنه. کار دوم و دگر قسمت گردنش میاریم، دست خود دست خود میکنیم و کار سیم پایش خود میکنیم و چهارم کار چهارم و شما پوزیشن است که مریض به یک طرف سمت دور میتیم، تا اینکه مریض تنفس خوب کرده بتونه، مریض ریکاور خوب تر داشته باشه. و یک سلاید دیگه بزنیم، یک دیگه ریکاور پوزیشن میمونیم. ببین یکم تست جاش گفتیم بیاین بیاین. یک چیز دیگه که بسیار مهم هست از پیش ماموندک که باید ما اول میگفتم، او بیده که اگر مریض مثلا دهنش افتاده زوف کرده، در دهنش مثلا زبانش قاط شده، شما میبینین زبانش چی کنین؟ راحت میتونین که دستان راست بکنین. اگر دندان ساختگی میداشته باشه، دندان ساختگیش میبرمده باشه، بتونین چی کنین؟ امور از دهنش دور بکنین تا اینکه مریض قرط نکنه. مریض نه اگر مثلا به هوش میاد دفعتا قرط نکنه، اگر دانه دانه دندان نباشه، اگر سیت مکمل میباشه کو هم راه هوایی رو چی کنه؟ بند نسازه. سیت مکمل دنچرا مثلا دهن بسته میشه، نمیتونه که مریض دوباره چی کنه؟ هوا گرفته بتونه، هوا گرفته بتونه. به او خاطر اگر بتونین بکشینش گپ بسیار خوب هسته. اگر سوال داشته باشین مهربانی، اگر نباشه تشکر از توجه همتون.